بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بینندگان عزیز، شب بخیر. رئیس جمهور به آمریکا درباره اعزام نیروهای نظامی بیشتر به منطقه خلیج فارس هشدار داد. آقای روحانی در مراسم رژه نیروهای مسلح همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در سراسر کشور گفت طرحی را در سازمان ملل ارائه خواهیم داد که ایران با همکاری کشورهای منطقه میتواند امنیت خلیج فارس را تامین کند. آقای روحانی در مراسم رژه که در جوار حرم مطهر امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار شد این را هم گفت که به برکت مقاومت 8 ساله دوران دفاع مقدس همکنون دشمنان ما جرأت تصمیم گیری در برابر نیروهای مسلح قدرتمند و ملت بزرگ ایران را ندارند و نخواهند داشت. در این مراسم یگانهای ویژه نیروهای مسلح آمادگی و توان بازدارندگی خود را در حوزه‌های مختلف هوایی، دریایی و زمینی به نمایش گذاشتند. اینجا ایران است، اینجا اقتدار است، همه ساخت ایران است. الله اکبر. موشک عماد 1650 کیلومتر برد عملیاتی دارد و اینک سامانه موشکی پدافند هوایی رعد رو مشاهده میکنید. رئیس مجلس شورای اسلامی هم در مراسم رژه یگانهای دریایی جنوب کشور گفت نیروهای مسلح با حمایت از ملت‌های عراق و سوریه چشم تروریست را در منطقه کور کرد. صبح امروز خلیج فارس شاهد نمایش گوشه‌ای از اقتدار نیروهای ارتش و سپاه بود. رژه نیروهای مسلح در بندر عباس با حضور قدرتمند شناورهای سطحی و زیر سطحی نیروی دریای ارتش آغاز شد. شناورهای تندروی سپاه هم در رزمایش امروز با بکارگیری تجهیزات و تسلیحات روزآمد توان آفندی و بازدارندگی خود را نمایش دادند. عقاب‌های آسمان ولایت هم بال گشودند. رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم رژه نیروهای مسلح در بندر عباس گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سرمایه بزرگی برای کشور و منطقه هستند. وقتی ملت عراق و ملت سوریه گرفتار پدیده شوم و خطرناک تروریست های وحشی شدند، این نیروی مسلح زبده ایران بود که به کمک آنها شتافت و کمر تروریسم را در منطقه شکست. یگانهای زمینی، هوایی و دریایی علاوه بر تهران و بندر عباس در سایر مناطق کشور هم با شرکت در مراسم رژه آمادگی خود را برای دفاع از میهن اسلامی من ایران به نمایش گذاشتند. خوش درخشی و زین البلاد و عز الدین این دلیل مردان از جنس غرور و غیرت پرچمداران امام امت شاد گوهربان مقام معظم رهبری سلام و درود خدا بر سربازان استقبال جان دفتر فاونه
حسن یزدانی قهرمان جهان شد. حریف یزدانی در فینال کشتی آزاد جهان در وزن 86 کیلوگرم دیپاک پونیا از هندوستان بود که از حضور در مسابقه به علت مصدومیت انصراف داد و دست کشتی گیر ایرانی به عنوان قهرمان بالا رفت. تا بخش بعدی خبر در ساعت 21 همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.